بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدواریم در هر کجایی که هستید و در این لحظات بیننده برنامه بازسازی اندیشه هستید، صحت و سلامت و تندرست و شادکام و خرم بوده باشید. با برنامه دیگری از سری برنامه های بازسازی اندیشه محضر شما عزیزان و بزرگواران هستیم. با اجازه شما عزیزان، خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح، کارشناس برنامه، هم عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه خودتان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی که همینک ما را در هر گوشه از دنیا میبینند عرض سلام و ادب دارم و امید است که الله متعال سبحانه و تعالی ما را در زیر سایه رحمت خود داشته باشد. در خدمت شما هستیم. سلامت باشین استاد گرامی. خب بینندگان عزیز و گرامی، همان گونه که مطلع هستید، تا یه دو برنامه گذشته پیرامون دموکراسی صحبت هایی داشتیم و در ارتباط با تعریف دموکراسی، مفهوم دموکراسی، تاریخچه دموکراسی و اصول دموکراسی جناب استاد عبدالرحمن فاتح بیانات داشتند و در برنامه گذشته اصول دموکراسی را، دو اصل اول دموکراسی را در پرتو شریعت اسلامی به کنکاش و بررسی گرفتیم و در این برنامه میپردازیم به بررسی دو اصل دیگر دموکراسی که البته اصل آزادی و اصل انتخابات است. جناب استاد، ما در برنامه قبلی پیرامون اصل اول دموکراسی که زمینی بودن آن بود و عدم معیاریت اخلاق یکی از اصول دیگر دموکراسی بود صحبت کردیم و حالا میپردازیم به اصل سومی که اصل آزادی است. براستی چرا یعنی آزادی، این کلمه خیلی زیبا و خیلی دلنشین بگم، یعنی از دیدگاه بعضی ها به خصوص به گفته بعضی اسلامگراها به دیده خوب بگم نمی نگرن، چی اشکال داره اینجا؟ جناب استاد، حقیقتا از فکری که همچون مفکوری بیرون میشه باید به همچون فکر انا لله و انا الیه راجعون گفت، حتی اگر آزادی باشه. حتی اگر آزادی باشه، یعنی منظور من این است که مسلمان ها و یا اهل اسلام را متهم کردن به این که شما با کلمه آزادی مشکل دارین. به این افرادی که همچون مفکوره ای دارن، حقیقتا به فکر اینها یک سلام باید زد و گذر باید کرد. متاسفانه این گونه است. یعنی فردی که این حرف را میزنه حقیقتا از اسلام آگاهی نداره، وگرنه اگر ما تاریخ اسلام را مراجعه بکنین، همین اسلام بود که آزادی را برای امت و برای بشریت، چی امت دعوت و چی امت اجابت، به وجود آورد. و همین اسلامه که همیشه داد از آزادی میزنه. اما بس اینجاست که کدام آزادی؟ کدام آزادی؟ حالا هر کس به اصطلاح خود یک حرفی بیای تعداد گذاری بکنه و ما از آن پیروی بکنیم، این نشانگر از ضعف ایمانی و ضعف فکری ماست. ولی اگر ما یک اصل و یک مبنای برای حرف خود داشته باشیم، چارچوبی برای اصل، برای این حرف خود داشته باشیم و برای فکر خود داشته باشیم، دوچار این مشکلات نمیشیم. عجیبه، یعنی جناب استاد، انسان تعجب میکنه حقیقتا که یک فرد بیای همچون حرفی بزنه، اینه که حقیقتا این آزادی را نمیفهمه. یعنی اگر قرار باشه که ما بر اساس فکر او آزادی را تعریف بکنیم، بله درسته، ما مخالف این آزادی هستیم. اما اگر بر اساس فکر اسلامی بیاییم ما آزادی را تعریف بکنیم، کاملا حرف او اشتباهه، حرف او کلا اشتباهه، یعنی نمیتونه حقیقت باشه که اسلام مخالف آزادی باشه. بله، اسلام مخالف آزادی که اون فرد میخواهه، بله درسته، مخالف اون آزادی هست، لجام گسیختر. بله، آزادی که لجام گسیختگی را در جامعه به وجود میاره. جناب استاد، این آزادی که اعلان میشه، این آزادی که حقیقتاً برایش افراد خاصی گماشته میشه تا اینکه سر و صدا بکنن و بوق تبلیغاتی بشن و اعلان بکنن که آره بله ما
آزادی می خواهیم و آزادی این گونه هست و آزادی این گونه هست و بله حریت و فلان و فلان و این طرف و آن طرف سر و صدا کردن و سر و صدا و پا کردن، همین نوع آزادی که اینها می خواهند، انبیا علیهم السلام برای همین کوبیدن همچون آزادی آمدند. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر ما حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که آمدن همین حرف را به رسول الله علیه و سلم مشرکین میگفتن، میگفتن تو چرا ما را نمیگذاری که ما هر چی دل ما خواسته باشه عبادت بکنیم، ما را بگذار چی کار داری که ما هر چی را عبادت میکنیم. و حتی آمدن به رسول الله علیه و سلم پیشنهاد کردند که خیلی خوب بیا با ما تنازل بکن، با ما تنازل بکن، 6 ماه ما خدای تو رو عبادت میکنیم، 6 ماه تو بیا بت‌های ما رو عبادت بکن. به اصطلاح امروزی به یک تفاهم میرسیم. بله. همدیگر پذیری داشته باشیم. همدیگر پذیری داشته باشیم، بگذار که ما آزاد باشیم. تو چی کار داری به این که ما به کدام طرف میریم، تو به کدام طرفی؟ ما به تو کاری نداریم، تو هم به ما کاری نداشته باش. و انبیا علیهم السلام، انبیا دیگر هم این گونه بودند. مادامی که ما داستان حضرت شعیب علیه السلام رو میخوانین، که یک مشکلات اقتصادی که حقیقتاً آنها لجام گسیختگی که در اقتصاد داشتند، هر کاری که دلشان میخواست میکردند، سود بخور، ربا بخور، اینا بخور، آنا بخور، مال مردم را بگیر، ترازو بزن. حضرت شعیب علیه السلام آمد گفت این کارا شما انجام ندین. گفتن چرا توی ما را منع میکنی هر چی که دل ما میخواد انجام بدیم، تو نمیگذاری که ما هر چی دل ما خواسته باشه انجام بدیم. و حقیقتاً جناب استاد، یک تفاوتی که در میان بشریت، در میان انسانیت و حیوانیت هست اینه که انسان بر اساس یک چارچوب حرکت میکنه، ولی حیوان نه، چارچوب نداره، هر کار دل خواسته باشه میکنه، کسی هم جلوگیرش نمیتونه باشه الا اینکه به زور او را به هر حال بکشن به جهت دیگری. ولی انسان دارای یک چارچوبه، یک چارچوب منظم داره، یعنی باید طبق ضوابط و قواعد معین. بله. اسلام هم که آمده جناب استاد ضد آزادی نیست، ضد آزادی نیست. اسلام آمده چارچوبی برای این آزادی گذاشته تا اینکه تفاوتی میان انسانیت و میان حیوانیت گذاشته بشه، چارچوب گذاشته، نه که مستقیما آمده باشه با آزادی مقابله کرده باشه. مثلا به عنوان مثال، شما وقتی که در فقه اسلامی مراجع میکنین یا در کتاب خداوند سبحانه و تعالی مراجع میکنین، اسلام آمده برای آزاد کردن بندگان و برای کسایی که در بند بندگان قرار دارن اونها را آمده آزاد کرده. اصلا اسلام برای این آمده، توحید به معنای این که ما را از بند بندگی بندگان نجات بده و به بندگی خدای خدای یکتا فرا بخوانه. بله، که تا این که ما در پیشگاه خدای یکتا سر فرو ببریم و تنها و تنها در پیشگاه الله سبحانه و تعالی بندگی بکنیم، نه به افراد دیگر و به اشخاص دیگر. حالا این بندگی به هر شکل و به هر قسمی که باشه. مثلا اگر در باب آزادی اشخاص صحبت بکنیم، دین اسلام آمده مسائل در باب فقهی مثلا وقتی که مطرح میشه در آیه قرآن کریم، به آزادی اسلام آمده ارزش داده. وقتی که اسلام ظهور میکنه، قانون بردگی به اوج خود رسیده، مثل که ما امروز به آب و به نان نیاز داریم، اون جامعه به برده محتاج بودن، ضرورت داشتن. ولی اسلام آمده میگه اگر قسم میخوری، مثلا در باب کفاره قسم، اول برده آزاد بکن. اتق رقبه. بله، برده آزاد بکن. در سوره مبارکه مائده جزء 7 الله سبحانه و تعالی در اول جزء 7 الله متعال کفاره قسم را در اونجا بیان میکنه. یا کفاره زهار در سوره مبارکه طلاق الله متعال وقتی مطرح میکنه، میبینیم مسئله اول، گزینه اول آزاد کردن برده. یا در سوره مبارکه نساء در جزء 5 وقتی الله سبحانه و تعالی میه در بحث قتل به خطا بحث میکنه، صحبت میکنه، اول میگه فتحریر رقبه. به همین ترتیب، یعنی اینکه شما برده آزاد بکنید. در تمام مراحلی که، یعنی اکثر مراحلی که ما میبینیم نفر به عنوان مثال میه جرم مرتکب میشه یا کاری انجام میده خلاف، اسلام آمده برای جبران آن آزاد کردن برده را مطرح کرده. یعنی بحث آزادی در اسلام دارای ارزش و دارای مقامی هست و اسلام حقیقتا منادی آزادی است. اما آزادی که گفتیم در چارچوب باشه، آزادی که دارای قواعد و ضوابط و اصول باشه، نه اینکه لجام گسیختگی در این آزادی وجود داشته باشه، هر چی دلت میخواه بگو، هر کار دلت میخواه بکن و کسی هم جلوگیرت نباشه. خب امروز در دموکراسی که یکی از اصولش آزادی است، آزادی گفتار وجود داره، آزادی نوشتار وجود داره و آزادی
گرد همایی و اجتماع و دایر کردن همایش ها و بالاخره آزادی عقیده وجود داره. من فکر میکنم که جناب استاد اسلام با این چیزها مخالفت نداره، درست است؟ اگر از یک جهت چون ما میبینیم که مثلا در ابتدا در دوران دولت اسلامی، دولت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه وجود داشتن، مثلا یهودی ها وجود داشتن و آتش پرست ها، حتی فکر کنم برخی از اونها وجود داشت، مشرک ها وجود داشتن و هر کس آزادانه به باوری که داشت یا به خدایی که باور داشت عبادت میکرد و او را مورد پرستش قرار میداد و رسول الله هم با اونها مخالفت نکرده. جناب استاد این سوال شما چند جز داره؟ جز اولش را اجازه بدین که جواب بدون، بعدا انشاءالله میرین به ترتیب جز دوم را هم جواب میدین. جز اول این که شما گفتین آزادی گفتار یا آزادی نوشتار، اسلام اومده برای آن قواعد و ضوابطی گذاشته، ولی در دموکراسی قواعد و ضوابط نداره. شما میتونین خیلی آزادانه به آبروی دیگران تجاوز بکنین، تعدی بکنین، برای آنها کاریکاتور بسازین، به آنها توهین بکنین، هر چی دلتان خواسته باشه بگین. اما برخی از اینا محاکمه میشن، مجازات میشن. آزاده آزادانه، یعنی در نظام دموکراسی جناب استاد این وجود نداره. شما میبینین آزادانه امروز کاریکاتور میسازن برای افراد بزرگشان، برای رهبرایشان، اونها را مسخره میکنن، در تلویزیون ها مسخره میکنن، به اونها فکاهی میسازن، به اونها توهین میشه، حتی کاریکاتورهای آنها را بیرون میکنن، داخل بازار آتش میزنن و به همین ترتیب کارهایی که امروز در جهان غرب و در جهانی که دموکراسی حاکمه متاسفانه وجود داره. غیر تعبیر میکنن به این که اینها به خاطر اصلاح و به خاطر جلوگیری از خودکامگی و از دیکتاتوریت کار استاد میکنه. راهش این نیه که برای دیگران ما توهین بکنین، آبروریزی بکنین، کاریکاتور بسازین تا اینکه اونها اصلاح بشن. طریق اصلاحی که در اسلام اومده غیر از این طریق اصلاحیه که اینها انجام میدن. این اصلاح نیه، افساد حقیقتا. یعنی در اسلام نصیحت هست. بله نصیحت، اون هم نصیحتی که نه در ملای آن بیای جار بکشی که بله فلانی ها این کار کردن، فلانی ها اون کار کردن. شما میبینین در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم شما بسیار کم میبینین که رسول الله علیه السلام از کسی نام بگیرن، آبروی کسی بریزانن. ما در احادیث فراوانی دارین، افراد میان به نزد رسول الله علیه السلام سوال میکنن یا کارهای انجام میدن، رسول الله علیه السلام روی منبر میرن میگن که فلانی ها فلان کار را انجام دادن، این کارشان اشتباهه. ما بالا اقوامین. بله نمیگن که فلانی کار را انجام داده، فلانی کار را انجام داده، بنابراین این فلانی مورد اتهامه. رسول الله علیه السلام این کار انجام نمیدادن الا این که تحذیر عمومی باشه به خاطر تنفر مردم از اون نفری که به هر حال این بدعت و این کار اشتباه را انجام داده. جایگاه و کرامت طرف مقابل حفظ میکردن. بله رسول الله علیه السلام در آبروی انسان ها بسیار حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم توجه داشتن. ما مثلا آیات احادیثی در قرآن کریم میبینین یا آیاتی، حتی آیاتی سوره مبارکه اخلاق، سوره حجرات. سوره حجرات میبینین در باب حفظ آبروی انسان ها چقدر یعنی الله سبحانه و تعالی مسائل مطرح میکنه، مسئله تجسس، مسئله غیبت، مسئله گمان بد، مسئله مسخره نکردن مردم، مسئله بدنام نکردن مردم، بد نخواندن نام های مردم و از این ترتیب چیزها الله سبحانه و تعالی در این سوره مبارکه مثلا از آیات 10 و 11 و 12 و 13 اینها شروع میشه، الله سبحانه و تعالی در همین موارد صحبت میکنه. بله تلمیزو بالالقاب. بله بله کلا الله ولا تلمیزو انفسکم، شما عیبجویی نکنین از هم دیگر. این مسائلی که به آبروی یک انسان برمیگرده جناب استاد. اسلام آمده برای آبروی انسان ارزش قائل شده، ولی دموکراسی برای آبروی انسان ها ارزش قائل نیه. خیلی راحت امروز شما کاری انجام دادین، فردا از شما کاریکاتور میسازن، در فضای فیسبوک هم پخش میکنن، داخل بازارها هم کاریکاتور شما رو بیرون میکنن، داد میزنن، بله مرگ بر فلان، مرگ بر فلان، و کاریکاتور شما رو آتش میزنن و به هر ترتیبی خواسته باشن اون کاریکاتور رو میسازند و آبروی یک انسان را خیلی راحت میبرن. این در قانون دموکراسی وجود داره و در نظام دموکراسی وجود داره. اسلام میایه مثلا یکی از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در باب حفظ آبروی انسان ها مطرح میکنم، مگر چی آیات را مطرح کردم اشارتن. رسول الله علیه السلام میگن که یکی از بدترین چیزهایی که یک مسلمان مرتکب میشه اینه که ان یحقر اخاه المسلم، برادر مسلمانش را تحقیر میکنه. تحقیر کردن برادر مسلمان و خواهر مسلمان، تحقیر کردن او، مسخره کردن او از بزرگترین گناه ها پنداشته میشه. بعد رسول الله علیه السلام میفرمایند کل المسلم علی المسلم حرام، تمام چیز مسلمان بر مسلمان دیگه حرامه. بعد میگن دمه،
خون مسلمان بر مسلمان حرامه و ماله مال مسلمان بر مسلمان حرامه و عرضه آبروی مسلمان بر مسلمان حرامه. حق نداره کسی بر آبروی یک انسان مسلمان تعدی بکنه، تجاوز بکنه. این را اسلام منع کرده. این حدیث در صحیح مسلم آمده، امام مسلم رحمه الله روایت کرده. بناً اسلام آمده برای اینکه سد راه بشه، برای اینکه آبروی انسان ها حفظ بشه، قواعد و ضوابطی گذاشته. اما در دموکراسی جناب استاد به نام آزادی بیان متاسفانه مورد تاخت و تاز قرار میگیره. اگر استاد شما به موضوع برابری و اشاره کردین، در جزئیات اصول دموکراسی هم یک اصل دارن به نام اصل برابری که میگن شهروندا یک کشور همه در برابر قانون یکسان و برابر هستند و حتی در از هر قومیتی که باشند و به هر دینی که باور داشته باشند و بالاخره حتی در فرصت‌های شغلی در چارچوب دولت هم یکسان و یک برابر هستند، به این اصل اونها هم احترام قائل شدن. جناب استاد، این اصل مساوات و عدالت و برابری و اینها بحثی که در بحث انتخابات انشاءالله به اون میپردازیم. ولی بحث چون ما جزئیات، من گفتم که یکی از جزئیات البته اصول بله، دموکراسی. بله انشاءالله در این مورد باز به صورت تفصیل صحبت میکنیم، ولی حالا کوتاه اشاره میکنم تا بحث از پیش ما بله خط بحث عوض نشه، که فرق در میان عدالت و مساوات جناب استاد. بله اسلام اومده برای عدالت، برای عدالت اسلام اومده تاکید کرده، اما برای مساوات اسلام تاکید نداره. در میان این فرق بسیار کلی وجود داره که این یادداشت بکنین، ان شاء الله در بحث انتخابات باید به این موضوع پرداخته بشه. جناب استاد، در ضمن و در تحت موضوع آزادی بیان ما گفتیم یکی مسئله آبروریزیه. آبروریزی در دموکراسی خیلی آزاد و بدون قید و شرط متاسفانه ریختانده میشه آبروی انسان‌ها و آبروی افراد، و انسان ها مورد حد که حرمت قرار می گیرن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آزادی بیانه. آزادی بیانه، هر چی دلت میخواد بگو، هر چی دلت میخواد بنویس. اگر چی بر یک انسان تعرض باشه، تعدی باشه، تجاوز باشه، این مهم نیست. به نام آزادی بیان جناب استاد دعوت میشه به سوی پلورالیسم که ما در مورد آن صحبت کردیم، یا تکثرگرایی، تکثرگرایی دینی. بله ادیان همه یکی هستند، کی گفته در میان اینها تفاوت وجود داره؟ و به هر حال آزادیه. به هر حال میشه که هر کس هر دینی داشته باشه، چنانچه شما به یکی از بخش از سوالتان اشاره کردین به این موضوع که چی مشکلی داره که ادیان زیاد باشه، هر کس به سوی هر دین، یا رسول الله علیه السلام در زمان پیامبر در مدینه هر دینی بوده. بله هر دینی بوده، ولی هیچ کس این رقم نبوده که پیامبر علیه السلام یهودی بیان در رأس حکومت قرار بدن، رسول الله علیه السلام مجوسی بیان در رأس حکومت قرار بدن. بله درست آزادی داشتن در باب عبادات خود، کسی اونها رو مجبور نمی کرده که شما بیاین مسلمان بشین، اگر نشین ما شما رو میکشیم. مثل که چند روز بیشتر یکی از گروه های فارسی زبان متاسفانه فیلم را ساخته بودن که ما چگونه مسلمان شدیم، فیلم را ساخته بودن ما چگونه مسلمان شدیم. بعد آمده بودن مسلمان ها را به شکل افراد بسیار خونخوار ساخته بودن. این را خودم دیدم، واقعا یعنی بسیار تأسف آور بود برای این افرادی که این فیلم را ساختن. حقیقتا جای تأسفه که انسان باید تأسف بخوره به این فکر خالی این بیچاره ها، به این مغز تو خالی آنها متاسفانه. خب این چیکار کرده بود جناب استاد؟ مسلمان ها را خونخوار ها و وحشتناک ها آماده کرده بود، بعد می آورد یک نفر سرش را می گذاشت، شمشیر را بالا می کرد، می گفت بگو که مسلمانم. اگر می گفت مسلمانم، او را کش می کرد و طرف، بعد او را به بغل خم می کرد، بله تو برادر ما هستی. اگر نه سرش را می زد. یعنی اما حقیقت این در کجای اسلام آمده؟ در کجای اسلام آمده؟ به والله قسم این های کسایی که این کارها را میکنن، این فیلم ها را میسازن، اینا نه اصلا از اسلام آگاه نیستن. در کجای اسلام آمده که شما بیاین به زور مسلمان بشین؟ کی گفته شما بیاین به زور مسلمان بشین؟ لا اکراه فی الدین خب به همین معناه. اسلام برای گسترش خود بله برنامه هایی داره، ولی برای از اینکه یک نفر به زور بیا مسلمان بشون نه. درست اسلام میگه که همه انسان ها باید تحت حکومت اسلامی باشن، زیر پرچم اسلامی باشن، ولی اونها کسی مجبور به اسلام آوردن نمی کنه، مجبور به این نمی کنه که شما حتما باید مسلمان بشین. فضائل اسلام به اونها گفته میشه، مسائل اسلام به اونها گفته میشه. اگر پذیرفت خیلی خوب، نپذیرفت کسی به او کار نداره، مادامی که او به دین مسلمان ها کار نداشته باشه، توهینی به مسلمان ها نکنه، بر علیه حکومت اسلامی شورشی نداشته باشه، یا تعدی تجاوز به مسلمان ها نکنه، کسی برش کار نداره. چنانچه شما اشاره کردین، تا زمانی که یهودی های بنی قریظه، تا زمانی که یهودی های بنی نضیر یا دیگه افرادی که در حکومت اسلامی در مدینه منوره حتی زندگی میکردن، رسول الله
علیه السلام اونها کار نداشتن، الا اینکه خیانت کردن. بعد از اون که خیانتشان افشا شد، رسول الله علیه السلام بر علیه اونها موقف گرفتن. بله. اما قبل از اون موقف نداشتن. ولی تحت آزادی بیان جناب استاد یا آزادی عقیده دعوت میشه به سوی پلورالیسم. یعنی این دوتا رو با هم اینا فرق نمی کنن. آزادی عقیده ای که اسلام گفته تا آزادی عقیده ای که اینها میگن که هر کس بله اختیار داره بیای مسلمان ها به سوی کفر و به سوی شرک و به سوی الحاد دعوت بکنه و هیچ نوع مشکلی هم نداره، یا این که دعوت به سوی این میشه به نام آزادی بیان که میان اسلام و میان یهودیت و نصرانیت و مجوسیت و هیچ فرق و تفاوتی نداره. پس آیه قرآن که الله متعال میگه که ان الدین عند الله الاسلام، یا این که الله سبحانه و تعالی میگه که کسی که غیر از اسلام دین دیگری قبول بکنه و غیر از اسلام دینم فرق، بله بله، و من یتق غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. الله سبحانه و تعالی صریحا میگه و مساله آزادی در عقیده به این معنای که اونها حمله میکنند، که یعنی این که هر کس ادیان هیچ تفاوتی با هم دیگر نداره و به هر حال هر کس یک مسلمان میتونه بره مسیحی بشه و مسیحی میتونه در کشور اسلامی بیاید دعوت بکنه، دعوتش را دعوت تنصیری را منتشر بکنه و هر چی دلش میخواد برای مسلمان ها القا بکنه. نه، چیزی در اسلام نیست. در نهایت همه میتونه به هر دینی که معتقد باشه بالاخره به حق برسه. بله، رضایت الله را کسب. غیر ممکنه، غیر ممکنه جناب استاد. وقتی که اسلام اومد دیگه ادیان را همه منسوخ کرد. غیر ممکنه که یک کسی یهودی باشه به حق برسه، نصرانی باشه به حق برسه. این عقیده ما مسلمان هاست جناب استاد. عقیده ما مسلمان هاست. خوب. قرآن ما این را میگه. اما اینکه افراد بیان ماسمالی بکنن مسائل به هر حال بپوشانن و شبهه پراکنی بکنن برای اینکه بادارانشان را یا برای اینکه افراد دیگری که در ماحولشان هست، یهودی ها و نصرانی ها و دیگران را خوشحال بکنن، اون حرف دیگری، اون حرف به خودشان مربوط میشه. الا اینکه اسلام همین را میگه جناب. یعنی دعوتگر مجبور نیست به خاطر از اینکه، نه چرا ما باید تنازل بکنیم، جلب توجه دیگران را به طرف اسلام جلب بکنه؟ نه جناب استاد، ما ابدا تنازل ندارین. ما عقیده سوچه دارین، عقیده پاک دارین، عقیده اسلامی دارین، عقیده قرآنی داریم. مادامی که قرآن یک جمله موعظه حسنه محسوب نمیشه، ابدا ابدا اگر محسوب میشد رسول الله علیه الصلاه و السلام با مشرکین تنازل میکردن، 6 ماه بت های عبادت میکردن، ولی رسول الله علیه الصلاه و السلام این رو نپذیرفتن و قبول نکردن. اصحاب پیامبر اگر این رو قبول میکردن نیاز به جهاد نبود. اصحاب پیامبر اگر بلال قبول میکرد اینقدر سنگ های بزرگ رو روی سینه اش نمیگذاشتن که بر روی ریگزارهای مکه او را بگذارن و آتش سوزان از زیر او را بزند و از بالای سینه اش سنگ گذاشته باشه، نمیگفت، میگفت خیر باشه، مشکل نداره، با شما تنازل میکنم از این باب و به هر حال میسازیم با شما، سازش میکنیم با شما و از این حرفای قلمبه سلمبه که امروز گفته میشه. به هر صورت جناب استاد، حقیقتا بحث دیگری که در باب آزادی فکر، آزادی بیان که گفتیم در گفتار و در نوشتار مطرح میشه، مسئله توهین به دینه. مسئله توهین به دین، آزادی عقیده میگن. بله. امروز شخصی میایه در دانمارک، شخصی میایه در فلان کشور، شخصی میایه در فلان کشور، بر رسول الله صلی الله علیه و سلم رهبر مسلمان ها توهین میکنه بر اساس اصول دموکراسی. و از نظر دموکراسی که اینجا آزادی بیان است. بله، آزادی هر بیانه. کس دلش هر چه خواست میتونه بگه، میتونه بیان بکنه و میتونه بنویسه و کسی بازخواستش هم نمیکنه. اگر چی جناب استاد، دموکرات ها میآیند برای اینکه مسلمان ها را اغفال بکنند و مسلمان ها را گمراه بکنند، اونها هم موقف میگیرن، میگن بله از نظر دموکراسی مشکل نداره. از نظر مشکل داره. از نظر دموکراسی جناب استاد هیچ نوع مشکلی نداره. شخص میتونه به هر احدی توهین بکنه، حتی به دینی توهین بکنه، به عقیده توهین بکنه، آزاده. آزاد، آزادی بیان، آزادی نوشتار، آزادی گفتار، هر کس که دلش هر چی میخواد بگه. ولی در اسلام این وجود نداره جناب استاد. ما مثلا به دو تا آیات از آیات قرآن کریم اشاره میکنم در این مورد که برای افرادی که این بیچاره ها نمیفهمن و نفهمیده بوق تبلیغاتی دشمن شدن و اعلان میکنن بله آزادی بیان، آزادی بیان. بابا جان، کدام آزادی بیان؟ در اسلام همچون آزادی بیانی که شما مطرح میکنید وجود نداره. در اسلام آزادی گفتار و نوشتاری که شما مطرح میکنید وجود نداره حقیقتا. یعنی کسای به نام کسای مسلمان هستن و به نام اسلام و زیر چتر اسلام دعوت به دموکراسی میکنن. بله بله، من فکر میکنم این دو آیه قرآن برای اونها کافی باشه. یعنی دو قسمت از آیات قرآن کریم در دو سوره متفاوت. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نساء میگه و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. الله متعال میگه که اینهایی که آیات خدا را به استهزا میگیرن،
فکایی میسازن برای آیات خدا، برای پیامبر نعوذ بالله کاریکاتور میسازن. با اینها الله سبحانه و تعالی میگه شما ننشینید. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير انكم اذا مثلهم. برای منافقین میگه، این آیات در وصف منافقین نازل شده، برای منافقین میگه شما دیگه با اون کفاری که دین خدا رو به مسخره میگیرن شما با اونها ننشینید، یا مسلمانی که تو میری با یک منافقی که دین رو به تمسخر میگیره با اون ننشین. به نام آزادی بیان مینویسه و میگه هر چی دلش میخواد، به دین توهین میکنه، فکایی برای دین میسازه، بدگویی دین میکنه، بدگویی خدا میکنه، بدگویی جنت میکنه، بدگویی بهشت میکنه، بدگویی رسول الله صلی الله علیه و سلم را میکنه. بعد الله متعال میگه انکم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقین والكافرین فی جهنم جميعا. تو این منافقی که میری در صف مسلمان، در صف کفار مینشینی و با اونها هم صدا میشی و بر علی آزادی بیان به دینت میتازی، ان الله جامع المنافقین والكافرین فی جهنم جميعا. الله متعال اینها را باز در جهنم با هم یکی میکنه، یعنی در کنار مسلمان در جلسات و مجالس، خوا سمینارها باشه، خوا همایشها باشه، خوا کنفرانسها باشه، در اونجا وقت علیه دین اسلام حمله میشه، دین اسلام مورد هجوم قرار میگیره، علیه اسلام و مسلمان ها میتازن، اینجا باید موقف بگیره. یعنی بله، بدون شک جناب استاد، یا حداقل اگر توان موقف گرفتن نداره برخیز از مجلس. به همین واسطه ما خب از این آیه هم میخورم میگن، از این آیه جناب استاد چنان چی شما استنباط کردین، بگذارین که بعضی از استنباطات علما را از این آیه بگم. عمر ابن عبدالعزیز رضی الله رحمه الله وقتی که در یک جلسه چند نفر را آوردن که در اونجا شراب میخوردن، چند نفر هم در مجلس شراب خوری نشسته بودن، عمر ابن عبدالعزیز بر اونها حد را جاری کرد، حتی بر اونهایی که نشسته بودن. وقتی بر او اعتراض شد که چرا تو این کارو میکنی، نه که شراب نخوردن در مجلس شراب خوری نشسته بودن، گفت که الله متعال میگه وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم انكم اذا مثلهم. تو هم اینها هم مثل اونها میشن، یعنی در حکمشان داخلن. امام ابو حنیفه رحم الله از این آیه استنباط میکنن، میگن که کسی که به عروسی میره، به عروسی که در اون موسیقی وجود داشته باشه، در عروسی که در اون موسیقی وجود داشته باشه، میگن این هم در گناه او داخله. شخصی که میره در مجلس موسیقی می نشینه، این هم در گناه او موسیقی نواز و کسی که موسیقی می نوازه او هم داخله. و از این آیه استدلال میکنن، این نکم میدم مثل هم. به هر حال این یک استدلال هایی بود، استنباط هایی بود که شما کردین، یک استنباط شما کردین، دو استنباط هم از علما استاد نقل کردن. اما باز برخی ها میان متهم میکنن که شما را مثلا وقتی میگن شما نسگراستین و ظاهرگراستین و ای آیات از ای آیات برداشت های خاص خود دارین، و وقتی بحث موسیقی میشه بحث موسیقی میگن علما اختلاف نظر دارن و موسیقی هم به صورت مطلق حرام نیست و استدلال های را ارائه میکنن. جناب استاد، چند روز پیش که وقتی مسائل نوروز مطرح شد، من در فیسبوک بعضی از مسائل در مسئله نوروز مطرح کردم. یکی آمده بود برای من پیام بسیار جالبی گذاشته بود. اول دشنام داده بود و بدگویی کرده بود، بعد نوشته بود که در چند مسئله علما اختلاف دارن، مسئله موسیقی، مسئله ریش، مسئله نوروز. بابا جان، کدام علما اختلاف کردن؟ کدام علما اختلاف کردن؟ علمایی که امت به اونها، امت اسلامی به اونها اعتماد و باور داره، اختلافی ندارن در این مورد، الا یکی دو نفر از افرادی که یعنی متأخرینند در این مورد اختلافات دارند. در این مسئله موسیقی مثلا وقتی بیای مطرح بکنیم، مسئله فقهیه و برنامه ما مربوط نمیشه، ولی اجازه بدین که یک مسئله را باز بکنین اندکی. امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی رحمهم الله اینها کلا مطلقا حرام میدونن. امام احمد حنبل فقط یک قولی نسبت داده میشه به امام شافعی که مکروه گفتن، و این قول درست نیست، قول درست نیست. و بعد از آن یعنی علما به این متفقن که موسیقی حرامه، موسیقی حرامه. و آیات و احادیث، 6 آیه تقریبا در قرآن هست که از او استدلال میکنن به این موضوع. احادیث رسول الله علیه الصلاه و السلام به وفور پیدا میشه در مسئله تحریم. خب از این مسئله میگذریم، چون اگر این بحث باز کنیم جناب استاد فکر کنم که خود از یک دو برنامه ویژه میخواد. اگر اجازه بدیم، به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی، میریم به سراغ یک میان برنامه، و پس از دیدن این میان برنامه ان شاء الله به موضوع این هفته برنامه‌مون رو پی میگیریم. سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق، تو حق را به جایش زیبا نشاندی ای فاروق، جوار پیمبر و صدیق ماندی.
در آه جایش زیبا نشاندی ای فارو جبار پیمبر و صدیق مندی ای فارو تو فاروق آدم و یار نبی المصطفى سلامی بر عمر فاروق سلامی بر عمر فاروق تو حضر آگے جایش زیبا نشاندی ای فاروق جبار پیمبر و صدیق مندی ای فاروق تو فاروق آدم و یار نبی المصطفى سلامی بر عمر فاروق سلامی بر عمر فاروق شجاعت تو حسبان زد و زیبا ای فاروق عدالت تو هم به وسعت دریا ای فاروق تو داماد شیر خدا مرتضایی ای فاروق سلامی بر عمر فاروق سلامی بر عمر فاروق شجاعت تو از زبان زد و زیبا ای فاروق عدالت تو هم به وسعت دریا ای فاروق تو داماد شیر خدا مرتضایی ای فاروق سلامی بر عمر فاروق سلامی بر عمر فاروق کلام تو با وحی بود و موافق ای فاروق برای خلافت بودی لایق ای فاروق چه زیبا زیستی وقت خلافت ای فاروق سلامی بر عمر فاروق سلامی بر عمر فاروق تو حضر آف جایش زیبا نشاندی ای فاروق جبار پیمبر و صدیق مندی ای فاروق تو فاروق آدم و یار نبی المصطفى سلامی بر عمر فاروق سلامی بر عمر فاروق زنام تو لرزان بنیان کفار ای فاروق ز فضل تو ایران و روم از دین دار ای فاروق به حق که نماد رشادت بودی ای فاروق سلامی بر عمر فاروق سلامی بر عمر فاروق عدالت آوردی شجاعت آموختی زمین شد نورانی زنام زیبا عدالت آوردی شجاعت آموختی زمین شد نورانی زنام زیبا خدایا به نامت شجاعی بیاور چون فاروق ز تکبیر و نامت بگردان دلاور چون فاروق کنون زاهدان شد منور ز نامت ای فاروق درود و سلامی ز جمع همه باد بر فاروق سلامی بر عمر فاروق سلامی بر عمر فاروق تو حضر آگ جایش زیبا نشاندی ای فاروق جبار پیمبر و صدیق مندی ای فاروق تو حضر آگ جایش زیبا نشاندی ای فاروق جبار پیمبر و صدیق مندی ای فاروق تو فاروق آدم و یار نبی المصطفى
مصطفی، سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام دوباره خدمت شما هستیم و قبل از میان برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح کارشناس برنامه داشتن در ارتباط و اصل سوم دموکراسی که آزادی است صحبت میکردن و این اصل در پرتو شریعت اسلامی در پرتو آیات قرآنی و احادیث نبوی مورد بررسی قرار دادن. جناب استاد، یک سوالی که البته در ذهن اغلب مسلمان ها خطور میکنه ایست که کسهایی که دم از دموکراسی میزنن و شعار دموکراسی میتن، متاسفانه در خود کشورهایی که امروز در عرصه دموکراسی پیشگام هستن، این اصل در اونجا مورد تطبیق قرار داده نمیشه. مثلا به عنوان مثال اشاره میکنن به بحث حجاب. حجاب در اونجا، چون حجاب کشف حجاب است، به زنهای مسلمان، به دخترهای مسلمانی که در جوامع اروپایی زندگی میکنن اجازه داده نمیشه که نقاب داشته باشن. مثلا در محیط کار، در محیط دانشگاه ها و بعضی اماکن دیگر. درست. فکر نمی کنین که ای با اصل دموکراسی و با ای اصل آزادی که البته در اکثر جاها از دموکراسی به معنای آزادی تعبیر میشه، بله، در تضاد است اصل با خود دموکراسی؟ حقیقتا جناب استاد، شما امروز شعارهای عجیب و غریب میبینید، به خصوص در مورد زن. اجازه بدین من با یک مقدمه آغاز بکنم. در مورد زن گفته میشه آزادی زن، آزادی زن، حقوق زن و فلان و فلان، تبلیغات میشه و اعلانات میشه در این مورد. ما در مورد این صحبت کردیم که اسلام، باز هم میگم چلنج، هر کس آمد قانونی و نظام مثل اسلام نشان داد که برای زن ارزش داده باشه، بفرمایه. شما در جهان پیدا کرده نمیتوانید قانون و نظامی که مثل اسلام برای زن ارزش داده باشه. از این میگذاریم. اما بدبختان استاد، بعضی زنهای مسلمان داریم که از قانون غرب، از دموکراسی تمجید میکنن و میگن ما در سایه دموکراسی تانستیم. امروز مثلا زن افغانی تانست در کانادا وزیر شود، زنهایی هستند که بالاتر از وزیر سطح وزارت و زنهایی هستند که در پارلمان های کشورهای اروپایی کار میکنن و در سطوح بالای اشغال وظیفه کردن. من همین جناب استاد میخوام بگم، شما ببینید جناب استاد، امروز دم از آزادی زن زده میشه، ولی هدف از آزادی زن چیست؟ چرا اینقدر دشمن هدف قرار داده زنها را؟ به خاطر اینکه زنها یکی از قواعد و اصول و ارکان مهم یک جامعه هستند. چون همین زنه که فرزندش را تربیت میکنه، همین زنه که اگر به کارهای بیرونی مشغول شد و رفت، تمام روزگارش را با کارهای بیرونی گذراند، این فرزندی که در داخل خانه، این را کی تربیت بکنه؟ تربیت سالم درست نمیشه. فردا ای به عنوان یک رهبر خواسته باشه که از داخل این خانه به وجود بیایه، چگونه به وجود میایه؟ کدام مادری را تربیت بکنه؟ کدام پدر این را تربیت بکنه؟ و از جهت دیگر جناب استاد، این شعارهایی که داده میشه به نام آزادی زن، حقیقتا این آزادی برای زن نیست.
بلکه این آزادی برای رسیدن به زن است. تعبیر بسیار جالبه. آزادی برای رسیدن به زن هست. استفاده از زن به شکلی که خواسته باشند. بله، چیگونه؟ البته حتی همین زنی که ما فرضاً به طور مثال اشاره کردم، این زنها اگر با شرایط خاص و دیدگاه‌های خاص خود کشورهای غربی و کشورهای دموکرات نباشه و معایر از اونا عمل نکنه، فکر نکنم که میتوری. نه نه، ابدا قبول نمی‌کنن. ما جناب استاد امروز داریم نشانه‌های مثل که شما اشاره کردین در بعضی از کشورها، مثل کشور فرانسه یا قبلا در کشور بلژیک یا دیگه کشورها. مثلا وقتی که یک ویدیوی دیدم جناب استاد که یک زن‌های مسلمان را در کشور بلژیک نمی‌ذارن، اجازه نمی‌دن با حجاب داخل دانشگاه بشه. دخترای مسلمان تظاهرات کردن، بابا جان شما میگید دموکراسی، دموکراسی آزادی، ما را بگذارین از می آزادی ما استفاده بکنین، چرا اجازه نمیدین که ما با حجاب داخل بشین؟ نه، میگه شما حق ندارین که داخل بشین. اگر با حجاب میخواین شما باشین، به دروازه مدرسه که آمدین، دروازه مدرسه یا دروازه دانشگاه که آمدین، داخل که شدین حجاب را باید بندازین دور. حجاب را باید بندازین دور. شما نمیتونین که با این حجاب داخل مدرسه بشین. چرا؟ با مدیر یان مکتب وقتی مصاحبه میکرد، یک زن بود، میگفت ما نمیخوایم که در داخل مکتب مساوات نباشه، ما میخوایم مساوات وجود داشته باشه. همه یعنی همه بی حجاب باشن. مادامی که میگفت این نظامه که در کشور ما، در کشور ما همه بی حجاب باشن، پس باید این مسلمان ها هم بی حجاب باشن. خب کسی نیست که به این بگه ای زن بیچاره‌ای که نمیفهمی، خب چرا نمیذاری همه مساوات، بر اساس مساوات همه حجاب بگیرن؟ چرا این رو نمیخوای؟ خب اگر به دنبال مساواتی، خب بگذار که همه حجاب بگیرن، اونهایی که حجاب نمیگیرن اونها رو مجبور بکن که حجاب بگیرن، اونها رو مجبور بکن که حجاب بگیرن. یا مثلا در اختلاط زن و مرد که دختر و پسر باید در کنار هم در دانشگاه ها و مکاتب نشسته باشن، امروز مثلا در کشورهای اسلامی هم این موضوع متاسفانه داره ترویج میکنه جناب استاد، ترویج میشه که دختر و پسر باید در کنار هم نشسته باشن. چرا؟ گفتیم که منظور آزادی زن نیست جناب استاد، منظور اینه که برای زن چگونه برسند آزاد باشند. راه‌ها و صدهایی که اسلام گذاشته در حقیقت همون بنده‌هایی که اسلام حفاظتی و حمایتی، اسلام بعضی از صدها و بندهای حفاظتی گذاشته برای از این که زن محفوظ باشه. این صدها و این محفوظات را میشکنن تا این که چگونه بتونن برای یک زن برسند و بعد خودشان را اشباع و اشباع غرایز جنسی بکنن، اشباع چشم بکنن، اشباع فکری بکنن و به همین ترتیب اهداف دیگری که دارن. از ناگواری هایی که زنان کشورهای غربی درو به سر میبرن و طبق البته آماری که از طرف خود وزارت خانه های کشور مثل آمریکا و مثل فرانسه و مثل بریتانیا صادر شده، ما در برنامه های اولی بازسازی اندیشه پیرامون ازی به تفصیل صحبت کردیم. خب اگر از اصل آزادی بگذاریم، میریم به اصل بعدی دموکراسی که اصل انتخابات است. براستی جناب استاد، انتخابات بر اساس انتخابات میان حاکم و یا رئیس جمهور یا رهبر یک کشور تعیین میکنن، اسلام با این موضوع چی مشکل داره؟ جناب استاد، اسلام بدون شک اساس و بنیاد و اصول سیاست یا حکومتداری را گذاشته برای مسلمان ها. گذاشته، در این شک وجود نداره. اما نظام انتخاباتی، انتخاباتی یا نظام پارلمانی جناب استاد در اسلام وجود نداره. اسلام برای انتخاب خلیفه مسلمان ها و امیر مسلمان ها از سرای اساسی و کلی استفاده میکنه. یعنی این سرا در قرون اولیه در مورد آن اتفاق شده و اتفاق افتاده. مسئله اول مسئله شورا هست، مثل انتخاب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. بله. مسئله استخلافه، بعد از اینکه حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی الله عنه را به عنوان خلیفه چیکار میکنه؟ او را در حقیقت در اون مقام انتخاب میگذاره. یا بعد از آن مثلا حضرت عمر رضی الله عنه 6 نفر از زبدگان، از افراد بزرگی که حقیقتا در اسلام اسم حرفی برای گفتن داشتن، کاری برای کردن داشتن، اینها رو معرفی میکنه و به این ترتیب این مسئله استخلافه. مسئله دیگه مسئله تنازله، مثل تنازل حضرت حسن رضی الله عنه برای حضرت معاویه رضی الله عنه.
این مسائلی که اسلام حقیقتاً برای حکومتداری و برای خلافت و برای امیر مسلمان ها در واقع انتخاب کرده، این راهایی که برای رسیدن به حکومته. اما مسئله انتخابات، جناب استاد، در مسئله انتخابات مشکلات فراوان وجود داره، یا بگین نظام پارلمانی، نظام پارلمانی که حقیقتاً رأی به اکثریت، پارلمان هم نمیشه که تعبیر کنیم که این مجلس شورا است. ابداً جناب استاد، در مسئله شورا، شورایی که در اسلام وجود داره تا پارلمان که در قانون دموکراسی و در نظام دموکراسی وجود داره، اینها با هم تفاوت داره. تفاوت کلیش اینه که در نظام اسلام شورا بر دست انسان‌های نخبه هست، بر دست فقها و فهمیده‌ها و دانشمندهاست. اما در نظام پارلمانی این گونه نیست. این گونه نیست. یک آدمی که دکترا داره با یک آدمی که بی سواده. به والله قسم جناب استاد، من بعضی از افرادی که در این نظام‌های دموکراسی در پارلمان هستن میشناسم که حتی خط نوشتن رو یاد نداره. چیز حرف برای گفتن یاد نداره، به خاطر اینکه رأی به اکثریت قوم شورا انتخاب کردن، خلاص فرستادن در یک خانه‌ای که در اونجا به نام خانه ملت میگن و تصمیم گیری های عجیب و غریب. همین نفر هم حرفش به اندازه همون نفری که حقیقتاً حالا یک مقامی داره، یک جایگاه علمی داره، سالها درس خوانده، این دوتا با هم یکی هستند. یا در همین نظام، خب خانه ملت به خاطر از این میگن که اینا، حتی کسی که در این مجلس شورا یا مجلس نمایندگان یا پارلمان که میگن، او در بحث قانونگذاری از بالا اطاعت نمیکنه، از پروردگارش اطاعت نمیکنه، بلکه از ملت اطاعت میکنه، چیزی که ملت میگن. بدون شک فکر کنم یک تفاوت اصلی اینجا بله. باشه که در نظام شورا، عضو مجلس شورای اسلامی فقط در چارچوب قوانین الهی و در چارچوب شریعت حرکت میکنه. جناب استاد، اصلا اگر شما توجه داشته باشین در باب نظام پارلمانی، متاسفانه مسئله فاشیسم در اونجا به وفور پیدا میشه. در یکی از ولایات، در یکی از استانها اتفاق میفته، همون کسی که از اونجا انتخاب شده سر و صدا میکنه، دیگه رو ساکته. سمون بکمون آمیون فهم لا یبصرون، حتی اگر حق باشه، حتی اگر حق باشه ساکتن. مردم در اونجا کشته میشن، مردم در اونجا بدبختن، بیچاره برق ندارن، به بدبختی گرفتار شدن، فقط چون نماینده اونهاست حرف میزنه. یعنی من فقط از مردم خودم دفاع بله، میکنم، دیگر ساکتن. از حق دفاع نمیکنم. دیگر ساکتن، نمیشنون، نه هم زبان دارن در اینجا. اما اگر این که باز بفهمن که نزدیک انتخابات شده، باز مردم باز مجبورن که برای مردم بازگردن، باز چیکار میکنن؟ اینجا دیگه صداها رو برام میاندازن. عجیب اینه جناب استاد، اینهایی که تبلیغات‌های انتخاباتی میکنن، هر کدوم از اینا ما نظام اسلامی را میخواین، ما میذین در پارلمان میرین نظام اسلامی را در اونجا تطبیق میکنین. کدام نظام اسلامی را شما تطبیق میکنین؟ در پارلمان میخواین نظام اسلامی انتخاب بکنین؟ بابا جان، در این پارلمانی که تو وجود داری، در اونجا یک فرد بی ایمان هم وجود داره. یک فردی که دشمن صحابیه، یک فردی که دشمن اسلامه، حتی یک فردی که جناب استاد سیکه، چون قومش برایش رأی دادن، یک هندوه میه در اونجا مینشینه، رأی او هم دارای ارزشه. مگر الله سبحانه و تعالی، یا مثلا در باب انتخاباتی که در ریاست جمهوری باشه یا در مقامهای دیگه باشه، شما میبینید جناب استاد که رأی به اکثریته، یعنی فرق نمیکنه که این اکثر مسلمان باشه، این اکثر فاسق باشه، این اکثر کافر باشه، این اکثر بیدین باشه، این اکثر چی باشه، خلاصه رأی به اکثریته. که اگرچه همین هم دروغه، مثلا در کشورهای استعماری مثل افغانستان انتصابات، اصلا انتخاباتی وجود نداره، فقط هر کسی که آمریکا خواسته باشه نصب میکنه، هر کسی که خواسته باشه برمیداره. خب به هر حال شیرمالی به سر مردم، حالا مردم بیچاره رو میکشانن سر صندوقهای رأی که بیان شما رأی بدین، یالا بیان رأی بدین، انتخابات و فلان و فلان، اینقدر مصارف و انتخابات مصارف و کشتار موضوع مشاهده شده، اتفاقات فراوانی افتاده جناب استاد، تنها در افغانستان نه، بلکه در کشورهای فراوان، حتی در ایران. شما مثلا در سال 88 مراجعه بکنین یا بعد از آن مراجعه بکنین، میر حسین موسوی اینجا برنده انتصاب بود، اگر جناب استاد انتصاب، حالا به هر حال کار ندارین که خوبه کی بعد کی، یعنی رای بیشتر بود کی رای کمتر، مهم اینه که انتصابات جناب استاد، انتخابات نیست. حتی به همین کلمه هم اینها موافق نیستن، متاسفانه به همین کلمه هم ایمان ندارن، باور ندارن، درست این را اجرا نمیکنن. خب بعد میین در باب انتخابات جناب استاد، یک فردی که مسلمانه، یک کشوری که به عنوان مثال 99% مسلمان داره، آیا مناسبه که یک فردی که دشمن اسلامه، دشمن قرآنه، دشمن صحابیه، دشمن ازواج پیامبره،
اصلا به دین باور نداره، به اسلام باور نداره، یک انسان سیکولره، یک انسان دموکراته، این بیای به عنوان رئیس جمهور و به عنوان خلیفه و امیر مسلمان ها انتخاب بشه، مگر الله سبحانه و تعالی در سوره نساء میگه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این آیه قرآنه. چگونه میتونه یک کافر بیای بر سر مسلمان ها حکومت بکنه؟ چگونه میتونه یک سیکولر بیای بر سر مسلمان ها حکومت بکنه؟ چگونه میتونه او اختیاردار یک ملت مسلمان باشه؟ یک ملتی که در راه خدا شهید داده، در راه خدا جهاد کرده، یک ملتی که تمام هستی خود را به خاطر اسلام فدا کرده، یک شخص دموکرات بیای بر اونها حکومت بکنه؟ مگر الله نمیگه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا؟ این کافر نمیتونه بر سر مسلمان ها حکومت بکنه. جناب استاد، در قانون دموکراسی این مورد توجه نیست. رأی به اکثریت، این اکثریت هر کس میخوا باشه. به مخاطر است که باز میبینیم که در نظام پارلمانی حتی میتونن در قضایایی که در اون نص وجود داره اینها به مشوره پردازن و رأی بله خانه ملت، خانه ملت است. اما در نظام شورایی فکر کنم چنین نیست، یعنی در مقابل وقت نص، وقت حکم الهی هست، در اونجا حق اجتهاد و حق به شورا گذاشتن و به مشوره گذاشتن مسائل نداره. جناب استاد، مادامی که نص صریح در اسلام آمده باشه، مثلا این بعضی از این بیچاره ها به مصالح مرسله و به بعضی مسائل دیگه استناد میکنن که بله این مصالح هست و مصالح امت هست و ما باید این کار انجام بدین و اون کار انجام بدین. بابا جان، اولا مصالح مرسله یا مصالحی که در اسلام آمده، که حالا اگرچه این خودش هم بعضی از علما این را رد میکنن، به هر حال حالا که قبول هم که بشه، مادامی که مخالف قرآن و سنت باشه قابل قبول نیست. اجماعی که مخالف قرآن و سنت باشه قابل قبول نیست. چگونه ما میتونیم یک چیزی که کلن خلاف اسلامه، نظامی که الله میگه این نظام و این قانون به دست منه، ما باید نظام را تشکیل بدم، ما باید قانون گذار باشم، یک فردی بیارین که اصلا به هیچ چی نمیفهمه، یک شخص کافر و یک شخص سیکولر و یک شخص دموکرات را بیارین که برای ما قانون بگذاره، در کجای اسلام آمده؟ در کجای نظام قرآنی آمده؟ در کجای نظام اسلامی همچون چیزی وجود داره؟ ولی در نظام دموکراسی وجود داره. رأی به اکثریت. جناب استاد، اکثریت هر چی که بگه همون حرف اکثریته. ولی ما در قرآن کریم دارین، اجازه بدین به بعضی از آیات اشاره بکنم که وقت برای بیننده ها هم داده بشه. الله سبحانه و تعالی برای پیامبر میگه در سوره مبارکه انعام، میگه و ان تطی اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. میگه ای پیامبر، اگر تو از اکثر مردم، از رای به اکثریت، حالا رای به اکثریت بگین، از رای اکثریت تو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی بکنی، یضلوک عن سبیل الله، تو رو از راه خدا گمراه میکنن. رای به اکثریتی را میگم جناب استاد، این موضوع چون برای یکی از بیننده های ما در هفته گذشته هم شبهه شده بود که مسئله اجماع، رای به اکثریتی که در این رای اکثریت فاسق و مسلمان و کافر و دموکرات و سکولار و همه در یک ردیف قرار دارن، بعد الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه یوسف میگه و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اگر گپ به اکثریت باشه، الله متعال میگه اکثر مردم اگر چه پیامبر تو حرص هم داشته باشی، اونها ایمان نمیارن، مؤمن شمرده نمیشن. و این کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. بسیاری از مردم به ملاقات پروردگارشان و به روز قیامت ایمان و باور ندارند. گپ به اکثریت. جناب استاد، اگر قرار باشه رای به اکثریت باشه، امروز در جهان اسلام چند میلیون، امروز در جهان به صورت کلی بگیم، در جهان بشریت چند میلیارد مسلمانه؟ 1.5 میلیارد، درسته؟ بنا به شمارشی که شده 1.5 میلیارد میگن مسلمانه. مجموعاً میگن 6 میلیارد انسان در این کره زمین زندگی میکنه، حالا بنا به این که شمارش هایی که قبلا شده بوده، حالا بگین 6 میلیارد انسانی که در روی زمین زندگی میکنه، 1.5 میلیارد اینها مسلمانن. اکثریت چیه جناب استاد؟ خیلی مسلمان. 4.5 میلیارد اینها غیر مسلمانن. اگر رای به اکثریت، پس بیان اسلام رو بندازین دور، بندازیم اسلام چی به درد میخوره؟ رای به اکثریت، اکثریت رو ببینین چی کار میکنه. ما هم دنبال اکثریت باشیم؟ نه بابا، خیلی اوقات میشه که الله سبحانه و تعالی قلیل ترجیح میده بر کثیر. اما جناب استاد، تعداد اندک بر تعداد. اگر در داخل یک کشور اسلامی که همه ایشان مسلمان باشند و ما میفهمیم که قرآن، سنت یا احادیث نبوی مبین و شارح آیات قرآنی است، در این آیه گفتن که الله جل جلاله به پیامبرش خطاب میکنه که اگر اکثریت را تو از اکثریت پیروی کنی، تو را به بیراه میکشونن. آیا این حدیثی که لا تجتمعو
امتی علی ضلال با این آیت در تضاد قرار نداره. اگر اجازه بدین جناب استاد این سوال کردم اما یک میان برنامه میگیریم، پس از این میان برنامه انشاءالله به این سوال پاسخ بدین. بینندگان عزیز و گرامی، میان برنامه ای را میبینیم و انشاءالله برمیگردیم. بی ربی ملیکی فؤاد اتصل فذاق الأمان وحاز الأمان حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل بربي مليك فؤادي اتصل فذاق الأمان وحاز حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل جلال الحياء وعطر النقاء وقلب يناغم حسن الجزاء جلال الحياء لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ما شاء الله الله اكبر لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان علي عبد الله الله اكبر الله اكبر حياتي اضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل خوب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد خدمت شما هستیم و قبل از میان برنامه داشتم از جناب استاد عبدالرحمن فاتح سوال میکردم که جناب استاد گفتم در سوره انعام که شما اشاره کردین در آیه فکر کنم 116 گفتین که الله تعالی میفرمایند که و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، به این معنی گفتن خداوند به پیامبرش خطاب میکنه که اگر تو اکثریتی که در روی زمین قرار دارند یا اکثریت مردمی که در روی زمین هستند از اونها پیروی کنی، از اونها اطاعت کنی، برای از اونها عمل کنی، تو را به بیراه میکشانن یا از راه که الله تعالی ترسیم کرده از او دور میکنن. و باز میبینیم که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمند که لا تجتمع امتی علی ضلاله، امت من، امت مسلمه، یعنی اکثریتشان در گمراهی چی میکنن؟ جمع نمیشن، یعنی در گمراهی قرار نمیگیرن. فرضاً گفتیم در یک کشور اسلامی مثلا ما 90% مسلمان داریم، اگر انتخابات شود وقتی که اکثریت رای بتن طبق حدیث اینها رایشان درست است، و اما طبق آیت قرآنی و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، نمیفهم که چطور ما میتونیم بین ای دو ای حدیث و ای آیت جمع کنیم. جناب استاد با دو مقدمه شروع میکنم به شرط این که شما با ما همکاری بکنید. هست من ده دقیقه فرصت داریم. با این 10 دقیقه بسیار کوتاه اگر اجازه بدین قبل از اینکه من فقط خدمت بیننده عزیز و گرامی عرض کنم که بیننده عزیز و گرامی شما میتونین بعد از 10 دقیقه
تلفن های برنامه انشاءالله بعد از 5 دقیقه زیرنویس میشه و راجع به موضوع برنامه، البته فقط در چارچوب موضوع برنامه میتونین سوال دارین، نظر دارین، پیشنهاد دارین مطرح بکنین. جناب استاد در خدمت شما هستیم. بله. جناب استاد ببینید، شما با دو مقدمه شروع میکنین به شرطی که شما با ما همکاری بکنید. بفرمایید. اولی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن لا تجتمع امتی، درسته؟ بله. امت را یک تعریفی بکنین. امت کسی که امت رسول الله، امت من، امت رسول الله، مسلمان‌ها، مسلمان‌هایی که تابع دستور الهی و تابع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشن، در همین چارچوب حرکت بکنن. این یک مقدمه. بله. مقدمه دوم، الله سبحانه و تعالی میگه و ان تطع من فی الارض و ان تطع اکثر من فی الارض. بله. نمیگه و ان تطع اکثر امتك. آله. این دو تا را با هم اشکال رفع شد. اشکال رفع میشه. خیلی اکثر من فی الارض یعنی میتونه که شامل غیر مسلمان هم شه. ما مثلا مثال دادیم به عنوان مثال، امروز 6 میلیارد انسان در روی زمین زندگی میکنه. بله. از این 6 میلیارد 1.5 میلیارد مسلمانه. بله. 4.5 میلیارد ادیان دیگه، فرق دیگر، مذاهب دیگر تشکیل میده. اگر فرضاً یک کشور واحد شود، یک بله، دولت واحد بله، شود، یک امپراتوری واحد باشه. بله، ما و این توت اکثر من فی الارض این معنا را داره که ما از این 4.5 میلیارد پیروی نمی‌کنین. بابا جان، ما 1.5 میلیارد مسلمانیم، از خود منهج داریم، از خود دین داریم، از خود آیین داریم، از خود پیامبر داریم. اما در مورد اون که رسول الله علیه الصلاه و السلام میگن لا تجتمع امتی، امت پیامبر هیچ کس هیچ گاهی بر دموکراسی جمع نمیشن. امت پیامبر بر دموکراسی جمع نمیشن. امت پیامبر مادامی که بشناسن پیامبر، مادامی که نظام اسلامی را بشناسن، اولا به دموکراسی جمع نمیشن. یعنی استاد، نیازی به انتخابات نداره. نیازی به انتخابات سرسازی نیه که جز این که تباهی مسلمان ها را بکشه، کار دیگری نداره. تباهی مسلمان ها اولا که گفتیم اینها انتصابات جناب استاد. فقط دو قدرت با هم دیگر میجنگه تا یکی به قدرت برسه. مردم بیچاره فقط در این میان هزم آتش اینها میشن. هزم آتش اینها میشن و آتش اینها را خاکستر میکنه مردم بیچاره را. مثل که ما امروز در کشورهای اسلامی این را به وضوح مشاهده میکنیم، به وضوح مشاهده میکنیم. اینقدر مصارف میلیون ها و میلیارد ها دلار که در انتخابات مصرف میشه از جانب این افرادی که خودشان را انتخاب کردند، و همچنین این که از کشورهای دیگر گدایی میکنن و برای خودشان میارن تا انتخابات را برگزار بکنن، خیلی شکم خیلی انسان ها را سیر میکنه. چی دردی را دوام میکنه؟ آره، بحث گدایی واقعا خیلی هزینه های هنگفته در انتخابات میشه و طرف هایی که البته میپردازن این مصارفی از اینای هزینه های تبلیغات انتخابات، اونها حتما شرط و شرایط خاص خود دارن. بلی بلی. بدون شرط فکر نکنم، بدون شک لله فی الله کافر بیای برای تو پول بده. ابدا ابدا، این چیز طبیعیه جناب استاد. خیلی طبیعیه که یک انسانی که اینقدر پول رو مصرف میکنه مفت مصرف نمیکنه، هدف داره. و الا که هدف نداشته باشه اینقدر پول رو مصرف نمیکنه. و خیلی طبیعی شما میبینین که به هر دو جهت میده، به هر دو جهت میده. چرا به هر دو جهت کمک میکنه؟ چرا؟ علت چیه؟ و اخیر هم مشخص میشه که انتصاب بوده. انتخابات بابا جان وجود نداشته. کجای انتخابات؟ کجای انتخابات؟ کجای رأی به اکثریت؟ پس میتونیم بگیم که میزان، حتی جناب استاد، من این نکته را اشاره بکنم، جلو حرف شما رو میگیرم، که حتی اینها به همین اصول و ضوابط خودشان پایبند نیستن. رأی به اکثریت نیست، بلکه یک انتصابه. هر کسی را خواسته باشن انتخاب میکنن خودشان، هر کسی را که خواسته باشن او را جایگزین میکنن، که تو باید به عنوان نوکر و به عنوان چاکر ما در مقابل ما زانو بزنی و خودت را نماینده این ملت مظلوم و بیچاره در و بدر و خاک بسر بدانی. هدف این. خب استاد، اگر اجازه بدین من سراغ تلفن ها میرم. بیننده پشت خط هستن. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، در خدمت شما هستیم. خب بیننده بعدی، سلام علیکم. مثل که وصل نشد. بفرمایید بیننده گرامی. حالتون خوبه؟ لطف پروردگار، میشه صدایتون رو بلند کنین، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ محسن هستم، از تهران زنگ میزنم. آقای محسن، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. ببخشید من این حرفو میگم. ببین، من خودم مسلمونم، من که دیگه نیستم. بله. ولی این حرفایی که الان شما میزنید، یعنی واقعا فکر میکنید چند درصد مردم بپذیرن؟ نفهمیدم دوباره. این صحبتی که از صحبت از دموکراسی نیست، یعنی الان شما میگید دموکراسی یک مثلا فریب شیطانی، یعنی چند درصد مسلمان فکر میکنی این حرف رو بپذیره؟ خب
درست است انشاءالله میشتم. عربستانی که کشور اسلامی هست قبیله ایه و نتونستن کلی هم تلاش کردن. جناب برادر گرامی، ما امروز روی عربستان یا روی ایران یا روی ترکیه یا روی پاکستان یا روی افغانستان بحث نداریم، بحث دموکراسی است. برادر گرامی، سوالتان مشخص شد. گفتین فکر میکنین که بچه میزان مسلمان های حرفای شما را قبول میکنن. انشاءالله جوابتان رو میشنین، بیننده برنامه باشین. تشکر آقای محسن. تشکر، سلامت باشین. بیننده بعدی، سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایین. بفرمایین بیننده گرامی. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایین، در خدمت شما هستیم. خود معرفی بکنین از کجا صحبت میکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از طریق گوشی تلفن با ما در ارتباط باشین، سوالتان رو مطرح کنین بیننده گرامی. اگر نظر دارین، سوال دارین. نظر مکین از دموکراسی که غرب یعنی به درد چی میخورد؟ دموکراسی غرب این دموکراسی که دین و مذهب و عقیده و اسلام و قرآن همه میره باید این دموکراسیه. خب میگن دموکراسی غرب به درد مسلمان ها نمیخورد، درست است؟ 100%. تشکر بیننده گرامی، نظرتان رو گرفتیم. تشکر از شما. تشکر، زنده باشیم، مفهم باشیم، 100 سال زنده باشیم، برقرار باشیم. سلامت باشین، سلامت باشین برادر گرامی. بیننده بعدی، سلام علیکم. بیننده بعدی را میگیریم. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی، خود معرفی بکنین از کجا صحبت میکنین. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید، شما پشت خط هستین. الو، سلام عرض میکنم. و علیکم السلام، بفرمایید، خود معرفی بکنین از کجا صحبت میکنین. وقت بخیر، من محمدی هستم، از خراسان تماس میگیرم. سلامت باشین آقای محمدی، بفرمایید. خواهش میکنم، من میخواستم در مورد نظام حکومتی، شیوه نظام حکومتی اسلام ازتون یه سوال بپرسم. بفرمایید. سوال بنده اینه که در یک کشوری، در حکومتی که اقلیت‌های زیادی از جمله مثلا مسیحی یا ادیان مختلفی هستن، اگر حکومت در دست مسلمان‌ها باشه، یعنی اکثریت اون کشور و غالبیتشون مسلمان‌ها تشکیل بدن، برای حقوق اقلیت‌ها چه چیزی رو یعنی در نظر گرفته؟ آیا برای اقلیت‌ها هم واقعا حقوقی در نظر گرفته شده در اسلام یا نه؟ به عنوان مثلا توی کشور ایران شما نگاه بکنید که حکومتش اسلامی هست، به یک شکلی حجاب اجباریه، یعنی همه ادیان باید حجاب رو حتما رعایت بکنن. حالا من میخواستم اینه، آیا واقعا این یه ظلم به حقوق اقلیت ها نیست؟ خیلی ممنون میشن اگه جواب. درست آقای محمدی، سوالتان رو گرفتیم. تشکر از شما. تشکر میکنم، خیلی سلامت باشین. سلامت باشین. بیننده بعدی، بیننده بعدی را دوستا وصل کنن. بیننده بعدی، سلام علیکم. خب فکر کنم که هستن، بیننده پشت خط هستن. بفرمایین بیننده گرامی، بفرمایین. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایین برادر گرامی، خود معرفی بکنین از کجا صحبت میکنین. زنده و سلامت باشین. عبدالرحیم هستم، از پاریس تماس گرفتم. عبدالرحیم از پاریس گفته؟ از افغانستان. از افغانستان، ببخشین ببخشین. خواه بفرمایید. واقعا استاد عبدالرحمن سخنهایی گفتن بسیار زیبا و بسیار قناعت بخش بودن و سخنان واقعیتی را گفتن. نظام دموکراسی یعنی نظام مردم برای مردم، یعنی قانون الهی را نفی میکنه و قانون الهی را رد میکنه. در افغانستان یک اجلاس، یک مثلا یک
چیزی تأسیس کرده به خاطر تغییر قانون اساسی در افغانستان، قانون جزایی در افغانستان که چند روز پیش شاهدش در تلویزیون بودیم، مثلا حکم اعدام در افغانستان ممنوع میکنه و او را تغییر بر حبس ابد میکنه. چون چیزی عجیب و غریب نیست برادر گرامی، در کشوری که نظام دموکراسی حاکم باشه این چیز عجیب و غریب نیست، چون تصمیم گیر مردم هستن و بالاخره نماینده مردم قانون گذاری میکنن و در اونجا البته در درست است که در ماده اول که قانون اساسی افغانستان آمده که شریعت حاکم است، اما ما در جلسه قبلی به برخی از ماده های قانون اساسی اشارات داشتیم که در اونجا تدلیس های واضح وجود داره. خب برادر گرامی عبدالرحیم، اگر گفتنی دیگر دارین در خدمت هستیم و الا میریم سراغ بیننده بعدی. یک گفتنی دیگه هم دارم، محصل هستم در یک از پانتونای دولتی افغانستان و در اونجا ما یک مضمون رو میخوانیم به نام مضمون نظام سیاسی. بله. یک موضوع هم استاد برای ما بخواد به حیث سیمینار برای ما ایراد فرمودن. در اونجا مثلا حقوق رئیس جمهور یا امام یا خلیفه یا امیرالمومنین تعیین میکنه که چندین حقوق نداشته باشه، مدعو کار میکنه امروزا حقوق خواهش نیست که باید از او دفاع شوه و از او چیز سوا. مثلا یک گفتنی دارم، من در انتخابات هم شرکت نکردم و بقیده به دموکراسی هم ندارم به خاطر که از اول هم اگر من تقاضا نمیکنم ولی میفهمیدم که مثل گفته استاد انتخابات نیست، انتصابات است. انتخابات هم که دو دوره بود من شرکت نکرده بودم. یعنی حقوقی که رئیس جمهور یا خلیفه یا امیرالمومنین برای مسلمان می داشته باشد در افغانستان چطور است؟ در نظام سیاسی ما می خوانیم که باید از او حمایت شوه، از او چیزا شوه. اگر چی در حدیث هم خوانیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید اگر امت ما بمیره و اگر او بیعتی نکرده باشد و در مرگ جاهلیت میمیره. تشکر. تشکر برادر گرامی عبدالرحیم، انشاءالله که در ارتباط به سوالتان پاسخ استاد میشنوین. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ بله وصل هستین بیننده گرامی، بفرمایید خود معرفی بکنین. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. مهدی هستم از مشهد مقدس. نبی؟ مهدی. ببخشید مهدی از مشهد. آقا چند تا سوال داشتم، بیزمانه می سوال. اگر میشه یک سوال دارم مطرح کنیم بیننده گرامی، چون بیننده های زیاد پشت خط هستن، با عرض معذرت البته. این استاد شما فرمودن که ما مسلمان ها 1.5 میلیارد نفر هستیم، درسته؟ بله. یعنی اهل تصمیم 1.5 میلیارد هستن، درسته؟ نگفتن 1.5 میلیارد که هست، بعد توضیح میتن انشاءالله. خب. بفرمایید. خب هست. بله. خب اگه 1.5 میلیارد هستن، پس 1.5 میلیارد هم میاد دارن، چرا شما نمیتونن همین اسرائیل فلسطین از دست اسرائیل نجات بدن؟ جمعیت خیلی زیاده دیگه، درسته؟ ما انشاءالله گفتنی دیگه داریم، بفرمایید. به نظر شما عربستان سعودی یا عربستان یهودی برای مسلمان ها تا حالا چیکار کرده؟ بیننده گرامی، ابتدا ما خواهش میکنم، ابتدا ما اجازه نمیتونم که وقتی بارها گفتیم وقتی انسان وارد خانه یک کسی میشه، اما اصول مهمانی خود باعث یک مهمان باید رعایت کنه. وقتی شما وارد خانه ما شده اجازه داریم که صحبت بکنین دیگه، انسان توهین نمیکنه به هیچ کسی. شما امروز میایین بحث از فلسطین میکنین، بحث از قدس میکنین، بحث از مقاومت میکنین. امروز مگر امی کسی که امی حزبی که امی گروهی که سالها مردم فریب داد، سالها عوام فریبی کرد به نام حزب الله که در حقیقت حزب شیطان بیش نیست، مگر امروز در حلب چی جنایات فاجعه بار و چی جنایات تکان دهنده را در حق مسلمان های حلب مرتکب نمیشه؟ چرا امی قوت های خود، چرا امی نیروی خود علیه اسرائیل، علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی
به مصرف نرساند یا چرا اونجا به کار ننداخت؟ چرا شما ادعا میکنین؟ تشکر. خب بینیده بعدی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام، بفرمایید بیننده گرامی. یا برای مثلا آزادی، بله، در مثلا همه چی اشتراک کردم در انتخابات، در انتخابات اشتراک نکردم گناه هست یا نه؟ خب اشتراک در انتخابات، درسته، سوال تا نگرفتم انشاءالله پاسخ. برای نبخشده، بفرم. برای که ما در اوجه اشتراک نیم، اوجه ظلم بشه، بر حجاب بشه، سخ میکنن، بشه میتوزن، حجاب را میگیرن. مثلا که همون اشتراک کردن ما، نکردن ما گناه میشه. چشم، انشاءالله میشنیم برادر گرامی پاسخ به سوالتان. خب از بیننده های عزیز و گرامی که پشت خط هستن و علت باز هم زیقی وقت، البته ما تقریبا برای مکالمه های بیننده های عزیز و گرامی بیشتر از 15 دقیقه بیشتر وقت نداشتیم و 13 دقیقه بیشتر هم از وقت برنامه نمونده. من از تک تک بیننده های عزیز و گرامی که تماس گرفتن تشکری میکنم و از بیننده های عزیز و گرامی که پشت خط امی لحظه در انتظار هستن، از اونها باز هم معذرت میخوام و برمیگردم به استودیو خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح. جناب استاد عبدالرحمن فاتح، اگر نمیفهم از این بیننده اخیر ما شروع کنیم، بیننده ما قبل اخیر آقای مهدی که از مشهد سوال کردن و جناب استاد، یعنی من تعجب میکنم که واقعا جای تعجب است که عوام فریبی به اندازه. جناب استاد حقیقتا عقول اینها رو شیطان مسخ کرده. الله متعال آقا مهدی و دیگران را هدایت کنند. بله، ما حقیقتا برای اینها از پروردگار متعال میخواهیم که اینها رو هدایت بکنه و تمام بینندگان بخوان از الله متعال که الله متعال سبحانه و تعالی عقول اینها را اول اصلاح بکنه. اینها عقل خود را از چنگ شیطان رها کنند، عقل خود را به دست خود بگیرند، برای خودشان فکر بکنند. متاسفانه بعضی از اینها تلویزیون صدا و سیما ایران برای اینها فکر میکنه، بعضی از اینها آقای خامنه ای به اونها فکر میکنه، بعضی از اینها شاگردان آقای خامنه ای و یعنی اینها عقل هایشان تعطیل کردن، در تعطیل کردن، دادن دست دیگرا بر اونها فکر میکنن، ولی اهل اسلام خودشان برای خودشان فکر میکنن، ولی این بیچاره های بدبخت دیگران برای اونها فکر میکنن. الله احیانا جناب استاد، جناب استاد مطمئن باشین که شما عشق تمساح برای اهل قدس میرزانین، به والله قسم دروغه. شاید شما راست بگی، شاید آقا مهدی راست بگی، مشکلی است که اما قسمی که شما اشاره کردین جناب استاد، اما قسمی که اشاره کردین باور کنین که اکثریت مردم، البته به باور ما یک اکثریت بیچاره ها به دلیل نبود رسانه های بی‌طرف و رسانه های که حقایق برشان منعکس کنه و بازتاب ده، دوچار یک سردرگمی استن، فریب خوردن. بله بله، حقیقتا جناب استاد اینها فریب خوردن. خب به هر صورت این آقا مهدی شاید نفهمه، ولی حقیقت اینه که امروز کسایی که به سوی قدس دعوت میکنن چی میگن جناب استاد؟ اینها هدفشان نه اسرائیل، هدفشان نه از بین بردن اسرائیل، بلکه هدفشان رسیدن به قدرته. رسیدن به قدرته که فلسطین بگیرن، دیگه کشورها را هم بگیرن و یک حکومت ولایت فقیه در اونجا تشکیل بدن. هدفشان اصلا برای مردم قدس نیست. اگر هدف برای مردم قدس باشه، به والله قسم خون مردم حلب، خون مردم حلب، مسلمانان حلب با خون مردم قدس تفاوتی نداره. خون اینها هم سرخه، خون اونها هم سرخه، اونها هم مسلمانن، اینها هم مسلمانن. اینها چی جرم کردن که باید در حلب کشته بشن، شهید بشن، از بین برن، اطفالشان تک تک و پارچه پارچه بشه، زنانشان تک تک و پارچه پارچه بشه؟ شما آن وقت میاد میگید برای قدس؟ مطمئن باشید که قدس را هم از دست اسرائیل نجات خواهیم داد و ان شاء الله سوریه هم از دست این ظالم، از دست این خامنه ای ظالم و از دست بشار اسد ظالم و از دست این پوتین کمونیست ان شاء الله نجات خواهد یافت. شما مطمئن باشید، شما غم نخورید که چرا، شما نمیخواد که برای اونها غم بخورین. شما حداقل مسلمان ها را در کشورهای اسلامی نکشید، شما مسلمان ها را در حلب نکشید، مسلمان ها را در بحرین نکشید، مسلمان ها را در یمن نکشید. در هر جا شما فتنه اندازی میکنید، حتی در داخل ایران. جناب استاد، یمن مثال میاره، من تعجب میکنم که با چی روی اینا از یمن صحبت میکنن. اصلا رو ندارن اینها. یک اقلیتی که چند درصد نیست، فقط
از سوی ایران، از سوی رژیم حاکم در ایران دیکته میشه و امروز یک فتنه بسیار بزرگ در داخل یمن خلق کرده و به مهاجرت تقریبا 1 میلیون یمنی و بیجا شدن 1 میلیون، بیشتر از 1 میلیون یمنی در داخل یمن. جناب استاد، اگر انسان اسلامیت نداره، انسانیت باید داشته باشه. با والله قسم اینها انسانیت را زیر پا گذاشتن، مسلمان ها را در هر گوشه دنیا تک تک می کنن، پارچه پارچه می کنن. شما چی حال روزی به سر اهل سنت بیچاره داخل ایران آوردید؟ باز شما آمدید غم برای مردم قدس می خورید؟ همون مردم قدس به تعبیر شما همون سنی های نجسند، همان وهابی های نجسی که شما به اونها وهابی نجس و سنی نجس میگید، شعار میدید داخل ایران که مرگ بر سنی، مرگ بر وهابی. شما آمدید برای مردم قدس اشک می ریزانید. این اشکای تیمار مردم عراق نجات بدین، مردم فلوجه را نجات بدین که امروز در محاصره کردن. جناب استاد، اینها تمام دنیا را تک تک کردن، پارچه پارچه کردن، مسلمان ها را روز به روز ذبح میکنن، قتل عام میکنن. آن وقت میان به مسلمان ها، اولا به اهل سنت مرگ بر آمریکا و در کنار آمریکا نشستن. کجا مرگ با آمریکا است؟ اینها دروغ میگن، به والله قسم جناب استاد دروغ میگن. اینها مرگ با آمریکا میگن، باز نرمش قهرمانانه میکنن. نرمش قهرمانانه به تعبیر رهبر ولایت صفیه. به هر حال الله متعال اینها جناب استاد هدایت بکنه. اینها برادر بزرگوار، شما اندکی فکر خود را به دست خود بگیرید. شما عشق برای مردم قدس میریزانید، یعنی خیلی بعیده. اولا شما نیازی نداره که ما، اصلا مسلمان ها نیازی ندارین که شما برای ما عشق بریزانید. ثانیاً اگر عشق برای اونها ریختانده میشه، چرا برای مردم حلب ریختانده نمیشه که امروز پوتین کمونیست هر روز روزانه میای بر سر مردم بم میریزانه و مسلمان ها را تک تک میکنه، پارچه پارچه میکنه. و والله قسم جناب استاد، دیدن ویدیوها و عکسهایی که از مردم حلب پخش شده، دیدنش برای هر مسلمان دشواره. ولی اینها نام نمیگیرن. چرا؟ چون در اونجا یک نوسیری کافر، یک نوسیری کافری که تحت فرمان خامنه ای اونجا حکومت میکنه. نه، اما جناب جالبی بود که این بیچاره متهم کرد که مثلا مردم عربستان گویا به قول از یهودی هستن. نمیفهم که این یهودی که در سعودی هست با او یهودی که در غزه هست، با او یهودی که به اصطلاح در قدس است، اینا خو اگر بیایم اینا رو یهودی بگیم، اینا همشون یک عقیده دارن، اهل سنت هستن. اگر عربستان یهودی شد، پس اهل غزه هم یهودی میشه. پس از او بر او یهودی اینو رحم میکنن و دل میسوزانن و مهربانی میکنن و گویا از او دفاع میکنن. و به ما تعجب میکنم که این خودش حقیقتا یک تناقضات بسیار فراوانی وجود داره. ما در کجای این برنامه، در کدام برنامه ما از کشور عربستان تعریف کردیم، از کشور دیگری تعریف کردیم؟ برنامه‌های خودمان میگیم، برنامه‌هایی که ما اجرا کردیم. شبه پراگنی بکنن نیاز نداشت، لکن فقط به خاطر توضیح، چون جناب استاد همون قسمی که ما بارها در برنامه‌های ما اشاره کردیم، رسانه‌های فارسی زبان یا در دست رژیم حاکم در ایران است یا در دست مزدورایش است. بنابراین فارسی زبان ها همیشه فریبی از اینا را میخورن، چون منبعی که حقیقت بر از اینا بازگو کنن نیست. با او خاطر خواستیم فقط توضیح را بکنیم. خب برمیگردم جناب استاد، به آقای محسن از تهران گفتن که چی فکر میکنین، که آیا فکر میکنین که مردم مسلمان جان این حرفای شما را میپذیرن؟ این حرفیه که به هر حال از دید اونهاست، که به هر حال از عینک برادر آقا محسن عزیز اگر ببینین کسی حرف ما را قبول نمیکنه. ولی ما اگر اینکه جناب استاد، اگر اینکه یک نفر هم قبول بکنه، حتی همون یک نفر هم قبول نکنه، ما مسئولیت دینی ماست که حقایق را برای مردم و مسلمان خود بفهمانیم. اینکه کسی قبول میکنه یا نمیکنه، مثل جناب آقا محسن یا مثل برادرای بزرگواری که قبول کرده بودند، حالا این را میگذارین به دوش بینندگان عزیز که آیا قبول میکنن یا نمیکنن. ولی آقا محسن عزیز، شما لطف کنین از طرف خود حرف بزنین. از طرف خود حرف بزنین. چرا از عینک خود دیگران را مشاهده میکنین؟ این واقعا یک ظلمیه در حق بینندگان. حقیقتا ظلمیه در حق بینندگان که شما میایین نمایندگی از بینندگان عزیز میکنید. حقیقتا این بسیار دوره. اگر اینکه هم که قبول نکنن، بالفرض میکنیم که قبول نکنن، و ما علینا الا البلاغ، ما چیزی جز رساندن نداریم، حرف خودمان را میرسانیم. هر کس قبول کرد خوشا به حالش، نکرد اختیار به دست خودش. آقای محمدی از خراسان سوال کردن که در زیر نظام حکومت اسلامی چه حقوقی برای اقلیت‌های غیر مسلمان در نظر گرفته شده، به خصوص بحث حجاب مطرح کردن که مثلا در ایران گفتن اگر غیر مسلمان حجاب نداشته باشه، چرا اونا رو مجبور میکنن که حجاب بپوشه؟ جناب استاد، اولا من با مقدمه برادر بزرگوار موافق نیستم. حکومت اسلامی ایران گفتن. من گفتم که قبلا اگر قرار باشه حکومت آمریکا رو هم، چون اوباما اسمش حسین اوباما، بیان بگین جمهوری اسلامی آمریکا. بابا جان، به نام که نمیشه مسلمان.
کی گفته حکومت ایران حکومت اسلامی است؟ همین که نام گذاشت آیا حکومت اسلامی میشه؟ بله، در نظام اسلامی، در نظام حکومتداری اسلامی حقوقی برای تمام افراد و اقشار شناخته شده برادر بزرگوارم. حتی ما میبینیم مثلا مسئله ذمی در حکومت اسلامی مطرح میشه، حقوق خاصی اسلام برای او مطرح کرده، حقوق خاصی برای ذمی. ذمی کیه؟ ذمی کسی که حتی مشرک هم بعضی از علما میگیرن و به هر حال یهودی، نصرانی، مشرک، اینها، مجوسی ها، حتی اینهایی که در زیر پرچم حکومت اسلامی زندگی میکنن، اسلام به اینها حقوقی داده. حتی رسول الله علیه السلام میگن خیانت به ذمی خیانت به الله و پیامبره. کسی که خیانتی برای ذمی میکنه مثل از اینه که به الله و پیامبر خیانت کرده باشه. و در مورد آن حقوقی، مثلا کشتن یک ذمی جرم بسیار بزرگی، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که بوی بهش را استشمام نمیکنه فردی که یک ذمی را بکشه، یک فردی که زیر پرچم حکومت اسلامی زندگی میکنه. و اسلام آمده برای این اقوام و برای اقشار و برای مذاهب و برای فرق مختلف آمده، حقوقی را اسلام گذاشته. اما در بحث حجاب جناب استاد، ما فکر کنم که در برنامه‌هایی که در بحث حقوق زن صحبت می‌کردیم به این مورد اشاره کردیم، ولی باز هم از جهت تذکر اشاره می‌کنیم. ببینید، اگر اینکه این بی‌حجابی باعث بر این بشه که جوانان مسلمان را به سوی بی‌حیایی یا به سوی خلاف عفت بکشانه، در این صورت امام یا خلیفه مسلمان ها میتونه یک تصمیمی اتخاذ بکنه برای از اینکه مادامی که این خانم بیرون میشه، وارد بازار میشه، در وسط جوان ها میایه و در پیش جوان ها میایه، میتونه، یعنی این از حقش هست که جلوه اینها را برای اونها بگه که شما حجاب خود را بگیرین تا باعث فساد در جامعه نشین. یا حداقل حدودی برای حجاب مراعات بکنید. اما به این شکلی که امروز در ایران میشه، این دیگه حقیقتا نمیشه که به آن وجهه شرعی داد، بنابر شرایط و بنابر همان اصول و ضوابطی که اسلام گذاشته. خب آقای عبدالرحیم گفتن محصل هستن از افغانستان، و باز هم فکر کنم سوالشان تقریبا مرتبط هست به بحث ما درباره حقوقی که گفتن برای رهبر، برای حاکم، برای امام یا برای رئیس جمهور یک کشور در نظر گرفته شده. و همچنین بحث چیز مطرح کردن که اگر انسان بدون بیعت و ولی امر، به حدیث اشاره کردن که بمیره، او طبق تعبیر حدیث ما تمیت تن جاهلی. بله جناب استاد، قسمت اول که برادر بزرگوار ما اشاره کردن که آیا در اسلام چی رقم حقوقی برای امام یا برای خلیفه مسلمان ها، بله درسته، در اسلام حقوق فراوانی اومده، در کتب فقهی مشهوره، همچنان که امام برگردن مردم حق داره، مردم هم برگردن او حق دارن. حقوقی که مردم مثلا دارن، واجباتی که باید یک امام اونها را مراعات بکنه، واجبات اساسی، واجبات فرعی، که هر کدام اینها باز از خود فروعات خاصی داره، یا اینکه امام برگردن مردم حق داره، اینکه یکی از جمله مسائلی که برادر ما مطرح کردن که اطاعت بکنن مردم از اون، بله اطاعت بکنن. الله چی میگه در سوره مبارکه نساء؟ میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اول اطاعت خدا، اطاعت پیامبر، بعد اطاعت اولی الامر، اون هم اولی الامری که اولی الامر منکم، اولی الامری که از خود شما باشه، نه دستور. بله، دستورش خلاف کتاب خدا و سنت پیامبر نباشه، دستورش به سوی سکولاریسم نباشه، دستورش به سوی فاشیستی نباشه، دستورش به سوی دموکراسی نباشه، بلکه دستور اسلامی باشه و موافق با اسلام باشه، یا حداقل مخالف با اسلام نباشه. اما در مورد حدیثی که برادر ما اشاره کردن، من مات و لیس فی عنقه بیعتم مات میته جاهلیه، این حدیث در صورتی که امامی وجود داشته باشه، ولی مادامی که امامی وجود نداشته باشه، بر ما لازم نیست که حتما بر یک سکولار و بر یک دموکرات هم ما دست بیعت بدیم با او بیعت بکنیم که بله ما از تو سمع و اطاعت است. چون میگم به زور حاکم شده، حاکمیتی به زور میشه که این هم درسته. مادامی که به زور حاکم بشه، مثل عبدالملک ابن مروان که مثلا عبدالله ابن زبیر را ساقط کرد به زور، حالا به قهر شد، یکی از مسائلی که یعنی اسلام اینها را به رسمیت نشناخته، ولی مادامی که به زور هم به قهر هم یک حاکم بیای حاکم بشه، بر مسلمان ها لازمه که از او اطاعت بکنن مادامی که مخالف اسلام نباشه. ولی این نظام، نظامی که بر اساس دموکراسی باشه، نظامی که بر اساس سکولاریسم باشه، این نظام نمیتونه نظام اسلامی باشه جناب استاد. و این حدیث گفتیم که معنایش اینه که مادامی که امامی وجود داشته باشد،
خب جناب، اگر امام وجود نداشت بیعتی هم برگردن ما لازم نیست که بر یک دموکرات دست بدیم. فقط در نیم دقیقه بیننده اخیر ما درباره چیز اشتراک در انتخابات پرسید. فکر میکنم در این جواب خود رو گرفته باشن جناب استاد. مادامی که گفتیم نظام بر اساس دموکراسی و بر اساس سکولاریستی باشه و کسی میدونن که شما در وسط اینهایی که حالا انتخاب کردن خودشان را، یک نفری هم لایق نیست، یک نفری هم زور و توان نداره که بتونه قانون اسلامی را مراعات کنه، شرکت کردن یک چیز حقیقتا عبث و بیهوده ای هست. خب جناب استاد، به ترتیب رسیدیم به پایان برنامه. از شما جهان سپاس و امتنان دارم که باز هم در این برنامه اشتراک کردین و خدمت ما بیننده های عزیز و گرامی توضیحات را در ارتباط به دو اصل سوم و چهارم دموکراسی را کردیم. بیننده های عزیز و گرامی، از تک تک شما عزیزان که تماشا کننده و بیننده برنامه خودتان بودید تا این لحظه، هم اظهار سپاس و امتنان دارم و تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما را به پناه حضرت حق سبحانه و تعالی می سپارم. خدا یار نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جزاکم الله خیر. بارک الله فیکم.